بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. چند روزی بیشتر به برگزاری انتخابات نمانده. انتخابات به عنوان پایه اصلی و اساسی نظام‌های مردم سالار و دموکراتیک، مشروعیت بخش دولت‌ها و نهادهای مردم بنیان است و برگزاری انتخابات به صورت شفاف و عادلانه ضامن ترقی و پیشرفت و تحقق نمایندگی عمومی در جامعه است. با این وجود مهمتر از خود انتخابات، انتخابی است که از سوی مردم انجام می‌گیرد. اینکه آحاد مردم چه معیارها و اصولی را برای انتخاب اصلح و شایسته در نظر دارند، تعیین کننده و سرنوشت ساز است. در کنار این موضوع و به خصوص در انتخابات آتی، آنچه بیش از همه مایه نگرانی است تعدد بالای کاندیداها و احتمال پراکندگی هرچه بیشتر آراست که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. به نظر اقتضای شرایط حاضر آن است که هم کاندیداها با در نظر داشته مصالح و منافع اولیای مردم به نفع نامزدان اصلح کنار روند و هم مردم هوشیارانه با در نظر داشته معیارهای لازم به کاندیدان اصلح و شایسته رأی دهند. در این صورت است که می توان در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و تأمین نمایندگی عمومی گام برداشت و به سوی ترقی و توسعه در کشور حرکت کرد. بینندگان ارجمند، در ادامه سلسله ویژه برنامه‌های انتخاب مردم، در برنامه امشب هم سه تن از نامزدان عضویت در مجلس نمایندگان در استودیو حضور دارند که در ادامه برنامه به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های خود خواهند پرداخت. اما در آغاز مروری خواهیم داشت کوتاه بر آخرین اخبار و تحولات انتخاباتی. نه به پراکندگی آرا. این کمپاین از قریب به 10 روز مانده به انتخابات آغاز شده است. انتخاباتی که تنها در کابل پایتخت 804 نامزد برای تنها 33 کرسی مجلس نمایندگان با هم رقابت می کنند. رای های کم در مقابل کاندیداهای زیاد. تا چشم کار می کند، پوسترها و بنرهای اینچنینی شهر کابل به ویژه غرب پایتخت را پر کرده است. پوسترهایی از نامزدان گمنام و بنام، از استادان دانشگاه تا مقامات اسبق حکومتی و تاجران و اقشار مختلف از جامعه. در این میان اما شایسته ها کیست و خواست مردم از نامزدان کیست؟ تعدد کاندیداها از یک سو و عدم ثبت نام رای دهندگان از سوی دیگر دو مشکل اساسی بوده که باعث شکل گیری این کمپاین شده است. افرادی هم که در این کمپاین شرکت کردند میگویند تعدد نامزدان مردم را به چالش کشیده و نامزدانی که چانس کمتری دارند باید کنارگیری نمایند. چنانچه که ما میبینیم که تعداد زیادی از مردم برخواستن و خود کاندید کردن و این باعث شده که همی تعداد رای چی شوه؟ تعداد رای پراگنده شوه و مردم هم یک چالش بزرگ است که اونا انتخاب خود دقیق نمیتونه. اول از کاندیداتورا خواهش میکنیم، کاندیداتورایی که میفهمه خودش که ما رای نمیاریم، اینا خودشان این مسئولیت فکری و وجدانیشان هستن که خودشان کنار بیه. شهروندان کابل هم با انتقاد از تعدد نامزدان از نخبگان جامعه میخواهند که برای کاهش نامزدان دست به کار شوند. تعدد کاندیدا واقعا یک از چالش‌های بسیار بزرگ است که در مقابل سرنوشت مردم قرار دارد در حقیقت، و واقعا این مردم در یک حالت سردرگمی قرار داده. کاندیدایی که نمیتونه رای ببره مشخص هستند و نفع کاندیدای کنار برن که هم توانایی رو ایراد داره که بره پارلمان، هم استعدادش دارن و هم علم کافی دارن. آگاهان امور هم با تاکید بر منافع کلان ملی و دوری از منافع قول، قریه، رفاقت و دوستی ها می گویند نامزدانی که چانس کمتری برای رسیدن به کرسی های مجلس دارند باید قهرمانانه به نفع کاندیداهای اصلح کنارگیری نمایند. به نظر من کاندیداها در قدم اول میشه که گفت که خودشان یک عقلانیت سیاسی به خرج بدن، واقعا اونایی که احساس میکنن نمیتونن رای بیارن قهرمانانه اصرار کنن برای مردم، خود را قهرمان آینده مردم جلوه بدن. و اینها اگر کسی کنار میره به معنای شکست نشان نیست و کسی هم که به نفع و کنار رفته برنده میشه، در حقیقت این کسی کنار رفته او را برنده کرده. این کمپاین که بعد تازگی شروع شده در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های زیاد و مثبتی مواجه شدند. کاربران فضای مجازی نیز معتقدند
که تعداد کاندیداها موجب کاهش موثریت حضور مردم خواهد شد. نه و پراکندگی آرا. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان ارجمند و شما را خوش آمدید میگم به ویژه برنامه انتخاب مردم. بر اساس رویه برنامه های گذشته این برنامه هم به شما ارائه خواهد شد در 4 بخش و بر 4 محور. همانطور که مستحضر هستید در تایم نخست بخش معرفی نامزدان را داریم، در تایم دوم پاسخگویی به سوالات، به سوالی که از طرف بنده مطرح میشه و ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها از سوی نامزدان، در بخش سوم نامزدان به سوالاتی پاسخ خواهند داد که از سوی مردم طرح شده. البته این سوالات قبلا از طرف همکاران ما در سطح شهر تهیه شده و ضبط شده و اینجا به قید قرعه سوالات برای نامزدان مطرح میشه، پخش میشه تا این دوستان و عزیزان در حقیقت پاسخ را بکنن. در تایم چهارم که تایم اخیر برنامه هست هم هر نامزد به مدت 1 دقیقه فرصت خواهد داشت تا به صورت مستقیم کمپاین بکنه و از مردم بخواهد که به نفع او رأی بدن. بدون اتلاف وقت تایم نخست را آغاز میکنیم با معرفی نامزدان، اما قبل از اینکه خود نامزدان به مدت 2 دقیقه خودشان را معرفی بکنند ولی کوتاه خواهیم دید که معرفی اجمالی نامزدان هست. آقای نیکزاد با شما آغاز میکنیم، 2 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید به معرفی خودت. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نخست از همه ایام آشای حسینی هستک. جا دارد که به مناسبت شهادت سرور سالار شهیدان ام عبدالله حسین و یاران شهیدش و ملت امت اسلامی و به همه ملت منظوم افغانستان، مسلمان افغانستان تسلیت هستم. ثانیاً شهدای والا مقام افغانستان و خانواده داغدارشان تسلیت ارسلم. بنده مرتضی نهضت هستم، فرزند مرحوم کربلایی محمد نیک محمد، مسکونی اصلی ولایت کابل لوگر، باشنده ساحه قلعه‌نو قلعه‌چه کابل و فعلا هم یکی از باشندگان نایه سیم کابل. بنده فارغ دوره لسانس علوم سیاسی از دانشگاه خاتم النبیین هستم. افتخار حضور در جهاد افغانستان دارم. خداوند در زمانی که جهاد بر ملت افغانستان واجب گردید بنا و فتوای همه علمای افغانستان، بندم افتخار حضور در جهاد افغانستان پیدا کردم و در حزب حرکت اسلامی افغانستان به رهبری و قیادت فقیه دانشمند و مجاهد کشور حضرت آیت الله محسنی 14 سال افتخار حضور در جهاد افغانستان داشتم. درای آزادی افغانستان، درای نجات کشور از سلطه اشغالگران شوروی مبارزه کردم، جهاد کردم. خداوند به من توفیق داد که در این ایام جهاد من 5 سال به زندان پلچرخی رفتم، 5 سال به خاطر نجات افغانستان در پشت سلول‌های زندان سپری کردم و همچنان در دوره جهاد بود که ما در یک جنگ روی با قوای روسی ما افتخار مجروعیت و معلولیت پیدا کردم که همچنان تا امروز 27 سال مذره آثار خون جهاد در وجود مشهود است. این خواهمند این لطفای بود که عنایت کرد برای بنده. بعد جهاد هم در جریان حوادث کابل همیشه در جهت انجام خدمات. بله. آقای نیکزاد 2 دقیقه شما به پایان رسید و ناگزیر هستم که صحبت شما را اینجا قطع بکنم. حالا تذکری که داده میشه این است که لطفاً صحبت ها در عمود تایم تنظیم شود. بله آقای کامل خدمت شما هستیم، 2 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بینستعین. عرض سلام دارم خدمت شما و دستاندرکاران تلویزیون محترم تمدن و درود میفرستم به شهدای صدر اسلام، شهدای کربلا در رأس، سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام.
و شهدای اخیر افغانستان، اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان و امنیت ملی. این جالب دکتر سید ابراهیم کامل استم، ما از ولایت میدان وردک، از دره سنگلاخ، متولد کابل، از لیسه عالی حبیبیا فارغ شدیم، از طب کابل فارغ شدیم و دوران ماستری را در ساسکس یونیورسیتی در برایتون یونایتد کیندوم انگلستان گرفتیم و پیش دیرم در پابلیک هلت از کشور پانتون دولتی روسیه و در پستای دولتی رئیس عمومی قوانین و بررسی وزارت ساتامه بودیم، معین وزارت ساتامه بودیم و سرپرست وزارت ساتامه و رئیس روابط بین المللی. بله متشکرم. گرچه حدود 50 ثانیه فرصت دارید اگر صحبت دیگه ای دارید، اگر نه که منتقل شیم به آقای سعیر. نه دیگه، ما معرفی کردیم. آقای سعیر خدمت شما هستیم، 2 دقیقه فرصت دارین خودتان رو معرفی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و افضل بریاته. عرض سلام و ادب دارم محضر همه بینندگان محترم و دستاندرکاران تلویزیون تمدن. دکتر محمد باقر سعیر هستم، فرزند مرحوم حاجی سلطان، از ولایت میدان وردک، ولسوالی حصه اول بهسود. در سال 1389 از لیسه عالی حبیبیه من حیث اول نمره عمومی فارغ شدیم و بعد از فراغت و سپری کردن امتحان کنکور سراسری افغانستان و با اخذ 335 نمره وارد دانشکده طب مالجوی پانتون طبی کابل شدیم. بنابر علاقه و شوق اشتیاقی که داشتیم به مسائل سیاسی و اجتماعی، در کنار ادامه تحصیل در طب مالجوی پانتون طبی کابل، حقوق و علوم سیاسی را در یک از دانشگاه های خصوصی هم ادامه دادیم. فعلا از دانشگاه طبی کابل فارغ شدیم و در رشته حقوق و علوم سیاسی دانشجوی دوره دکترا یا پی‌اچ‌دی روابط بین الملل در دانشگاه پونه هندوستان هستیم. در کنار از این توفیق حضور در خدمت اساتید بزرگوار در حوزات علمی کابل هم داشتیم و تا اتمام سطوح عالیه در بخش مسائل دینی و حوزوی هم درس خواندیم. تقریبا 3 سال است که در خدمت دانشجویان عزیز در دانشگاه های مختلف کشور عهده‌دار تدریس هستیم و در رشته های حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد تدریس داریم. در کنار از این پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات افغانستان و همچنان نویسنده و محقق در مرکز مطالعات عبور از بحران و همچنان رئیس شورای قوم عبدالخالق که یک کتله قومی است، مسئولیت ریاست تزون را به عهده داریم. در کنار از او تقریبا بیش از 10 سال میشه که ما فعالیت های فرهنگی، علمی و اجتماعی را در سطح جامعه داریم. متشکرم. سپاسگزار هستم از آقای سعیر، آقای کامل و آقای نیکزاد. همونطور که مستحضر هستید برای انتخاب افراد شایسته و اصلح معیارها و شاخصهای متعددی وجود داره. تخصص و توانایی‌های مدیریتی و تعهد به اصول و ارزش‌های اسلامی و خدمتگزاری به مردم که از مأموریت‌ها و رسالت‌های اساسی دولت مردان و حاکمان است. 2 رکن اساسی برای انتخاب افراد شایسته و اصلح می باشد. در کنار آن صداقت و راستگویی اصل دیگری است که میبایست مورد توجه قرار بگیرد. وعده‌های غیر عملی و بزرگ چنان که در بسیاری از مبارزات انتخاباتی شاهدش هستیم مغایر صداقت است. کاندیدای اصلح و شایسته اخلاق حسنه دارد و این اخلاق حسنه در تمامی ابعاد زندگی و کاری او جاری و ساری است. از جانب دیگر به کسی رأی دهیم که بصیرت سیاسی داشته و منزه از گرایش‌های ناسالم باشد. متوجه باشیم که معیار و ملاک شایسته بودن تبلیغات گسترده و متنوع نیست، بلکه آنچه ملاک است طرح و برنامه‌هایی است که نامزد بر اساس آن مسیر فعالیت‌ها و تحقق اهداف مورد نظر مردم را مشخص خواهد کرد و برای مؤثریت کار آن را دنبال خواهد نمود. در بخش دوم برنامه در حقیقت سوالی از طرف بنده ناظر بر شعارهای انتخاباتی نامزدان محترم مطرح میشه که این عزیزان فرصت دارن تا ضمن توضیح این شعارها طرحها و برنامه‌های خودشان را هم ارائه بکنن. این بخش را بعد از یک وقفه کوتاه با هم دیگه خواهیم بود. ما برای زمین نجنگیدیم، ما برای اسلام جنگیدیم، برای ناموس انسانیت جنگیدیم، برای خدا جنگیدیم. ملت رسمیده مسلمان یا برزار آغاز کردم
برای هر مسلمان شهاده. رأی به افراد دیندار و ارزشمدار، امتداد خط جهاد و پاسداری از خون شهدای ماست. عرض سلام مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز ویژه برنامه انتخاب مردم و سپاسگزار هستم که تا این لحظه با ما همراه هستید. در بخش دوم، در تایم دوم برنامه هستیم. سوالی که از طرف بنده مطرح میشه خدمت آقای سعیر، سوالی را مطرح میکنیم. آقای سعیر، شما تعهد تخصص و شایسته سالاری شعار شما بوده، البته شما هم به نحوی بر معیارهای انتخاب اصلح و شایسته تمرکز کردید. خب میشه که این معیارها رو یک مقدار توضیح بدید و در ادامه طرح‌ها و برنامه‌هایتان برای بهبود وضعیت مردم و جامعه در صورت راهیابی به خانه ملت چی است؟ ببینید، اساس ترقی و پیشرفت کشورها اساس ترقی و پیشرفت کشورها مبتنی بر همه شایسته سالاری است. شایسته سالاری هم دو تا عنصر اساسی و بنیادی در درون خود نهفته است که مردم اگر به صورت عملی به دنبال شایسته سالاری هستند، این دو عنصر را باید در وجود هر کاندید پیدا بکنند. یک عنصر تعهد است و دیگر عنصر تخصص است. اگر فرد کاندید تعهد نداشته باشد، تعهد دینی، تعهد ملی و تعهد مذهبی و تعهد مردمی، شما متخصص ترین افراد را وارد پارلمان بکنین چون تعهد نداره، لذا فساد میکنه، معامله میکنه و پامیشه پارلمان قبلی ما. اما اگر به افرادی که تعهد دینی دارن، تعهد ملی دارن و تعهد مذهبی و ارزشی دارن به اینها رای بدین و اینا وارد پارلمان شوه و وارد مجلس نمایندگان شوه، این تعهدشان نسبت به ارزش ها و مسائل ملی هیچ وقت اجازه نمیدهد نسبت به آراء مردم، نسبت به نمایندگی مردم، نسبت به وزرا و صدها مورد دیگری که از طریق پارلمان پاس میشه، اینها تعهدشون را زیر پا نمیگذاره. این بحث اول. بحث دوم، عنصر تخصص. مسئله ای است که ما پارلمان را من حیث یک نهاد حقوقی و سیاسی میشناسیم و در اینجا تخصص لازمه ضرورت است که ما در قسمت قانونگذاری که در حقیقت مبنای مدیریت جامعه و آینده ما میشه، تخصص لازمه حقوقی و سیاسی را باید داشته باشیم. متاسفانه عده زیادی از کاندیدورها و عده زیادی از نمایندگان قبلی یا سواد لازمه را ندارن یا تخصص لازمه را در عرصه ندارن و وقتی اینها پارلمان بره، قانونی که مردم افغانستان توقعش را داره، انتظارش داره و این نابسامانی هایی که ناشی از عدم وجود قوانین خوب و عادلانه و منصفانه است وضع نخواهد شد. لذا ما و بیرون رفت از حالت و چالش های فعلی هم بر همین دو تا عنصر نهفته است. اگر هموطنان ما، همشهریان ما در کابل که من کاندید ولایت جرگه از حوزه کابل هستم، این دو عنصر را در وجود هر یک از کاندیدا ببینن، از این چالش ها، ناامنی ها و مشکلاتی که وجود داره بین خواهد شد. بله، و این مبنایش از سیاست برنامه های خودتان در قسمت برنامه ها، ما برنامه های خود را در یک منشور هم نوشته کردیم، در خدمت عده زیاد شهروندان تا به حال رساندیم، به دو قسمت تقسیم کردیم. یک برنامه هایی است که در درون پارلمان باید اجرا شه و این پارلمان از درون ساختار اصلاح کنه و یک برنامه هایی است که برای مردم است و در بیرون از پارلمان. در قسمت درون پارلمان ما تلاش داریم که این بار یک هیئت اداری قوی با جسارت و تصمیم گیر وارد شود. متاسفانه ببینید در مجلس نمایندگان کسانی که مدیریت اصلی جلسه را به عهده دارن هیئت اداریش است. دوم، تغییر در اصول وظایف داخلی که ما دیگه شاهد غیر حاضری های ممتد نمایندگان نباشیم. و سوم، فرکسیون سازی که بلک. قرار است خب. اساس کار باشه. وقت شما به اتمام میرسه. خب یک دقیقه دو نامزد دیگر فرصت دارن که اگر به اصطلاح نظری یا سوالی دارن از آقای سعیر را مطرح بکنن. آقای کامل بفرمایید. ما سوال خاص ندارم، ولی از جناب دکتر صاحب سوال ما است که اینا چطور میتونن که به اصطلاح اما اصول داخلی را با گودام قوتی که در داخل پارلمان ایشان داره اصول داخلی را تغییر میدن
اصول داخلی که یک حسل است، یک سند تقنینی است و تغییر از این توسط یک نماینده آیا ممکن است؟ نه. خیلی خب، آقای نیکزاد، نظر آقای نیکزاد را هم بشنویم، بعد پاسخ آقای سعیر را خواهیم داشت. بله جناب آقای دکتر سعید، قابل قدر است برنامه و دیده و نظراتشان، ولی باید تفاوتی که مرز میکنم که اینا بیشتر دو انصار تقیید داشتن که انصار اتحاد و تخصص. آن شما در رابطه با تخصص یا موضوع توضیحات بیشتر بزین، چطور میتونیم ما پارلمان شایسته سالار متشکل از تخصصین داشته در حالی که جامعه افغانستان از لحاظ سطح دانش میبینه که دچار مشکل است؟ یک دیدهایی که من خواهم دارم تجربه تاریخی هم نشان دادن که ما تعهد ما قلم بر تخصص میدارم، چون تجارب تاریخی نشان داد کسایی که پیشتاز اشغال در افغانستان شد، کسایی که آمد حکومت های کودتایی آوردن تا وال افغانستان 40 سال در بحران غرق است، اینا اکثرا دانش داشتن، تخصص داشتن، افغانستان در کام بردن که تا امروز خون میبرد افغانستان. بنابراین ما تعهد ما قلم بر تخصص میدارم، باز در نوبت خود شاید در این رابطه تعداد بیشتر داشته باشم. سپاسگزار هستم. آقای سعید، دو دقیقه فرصت دارید برای توضیحات بیشتر. در قسمت سوالی که آقای کامل کتاب کردن، ما فعلا هم در قالب یک تیم انتخاباتی وارد در سه مبارزات انتخاباتی شدیم که در حدود بیش از 48 نفر از وکلا از ولایت های مختلف هست که در هماهنگی با هم کار میکنیم و امیدوار هستیم انشاءالله اگر 48 نفر موفق نشه و حداقل 40 نفر از اینا موفق شوه که تا ما یک بلانس و یک سیستم و قدرت ایجاد بکنیم. در قسمت سوم ما در برنامه های در پارلمانی خود اشاره کردیم که ما به دنبال تشکیل یک فرکسیون ملی هستیم که فرکسیون بتونه پارلمان را اول من حیث پارلمان اصلاح کنه. طرح اصول وظایف داخلی و تعدیلش جزء از صلاحیت های نمایندگان مردم و ملت هسته که میتونن در صورتی که اجماع باشه و اکثریت آرا باشه میشه بعضی مواد و مواداتی که در درون طرح اصول وظایف داخلی هست و تغییر بکنه. در قسمت سوال و تحلیلی که آقای نکزاد داشتن، منم نگفتم که ما اولویت به تخصص میگذاریم. شما در شعارهای انتخاباتی ما مراجعه کنین، در بیلبوردها نصب است، در تبلیغات نصب است، ما گفتیم تعهد، تخصص و شایسته سالاری. من میدانم و میفهمم و جریان تاریخی و تاریخ سیاسی افغانستان مطالعه کردیم. افغانستان هم از طرف کسانی که تخصص داشتن و تعهد نداشتن دچار چالش است و از طرف دیگر کسانی که تعهد دارن اما تخصص ندارن هم متاسفانه بسیاری اوقات مانع پیشرفت و جلوی پیشرفت افغانستان را گرفتن. ما زمان میتونیم پیشرفت بکنیم که دو عنصر را در انتخاب خود رعایت بکنیم. اما بحث میمونه به اینکه واقعا شهروندان ما چی میکنه. ما از همین تریبون میلیونی تلویزیون تمدن به همه شهروندا و به همه شهروندان کابل خصوصا تقاضا و تمنای میست که اگر میخواین از رنج و مشکلات و گرفتاری ها و صدها بدبختی هایی که در این مدت 17 سال با آمدن دموکراسی کشیدیم بیرون شویم، تلاش بکنیم مبنای انتخاب ما همه دو عنصر باشه تا ما از مشکلات نجات پیدا کنیم. سپاسگزارم هستم. متشکرم. در همین تایم دوم نوبت میرسه به جناب آقای کامل. آقای کامل، شما 3 دقیقه فرصت دارید که به سوالی که بنده خدمت شما مطرح میکنم پاسخ ارائه بکنید. یکی از شعارهای اصلی شما این هست که تغییر نزدیک است. خب، کشور شاهد چالش ها و مسائل مختلفیه در ابعاد و زوایای مختلف و شاید هیچ کسی منکر این نباشه که برای بهبود وضعیت مردم و جامعه ما نیاز به تغییرات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف است. اما برای تغییر آوردن هم به چالش‌ها و مسائل زیادی وجود داره. شما چگونه بر این چالش‌ها و مسائل فائق خواهید آمد و مشخصاً طرح‌ها و برنامه‌های شما برای تغییر چیه؟ تشکر. تغییر یک کلمه عام است، یک کلمه عمومی است که با در نظر داشته وضعیت جوی کشور اشارت ما و تیم ما انتخاب کردیم که متاسفانه کشور ما و شما در یک مشکلات عدیده ای را روبرو هست در تمام بخشای و در تمام سطوح، هم در حکومت، هم در جامعه و هم در بخشای مختلفی ادارات و خودخانه ملت. به این خاطر راه حل ما برای به خاطر اصلاح و بهبود و مدیریت بحرانی کشور ما تغییر انتخاب کردیم. تغییر در نظام امور پارلمانی
که او توسط آرای مردم رقم میخوره و مردم است که تغییر در نظام امور پارلمانی با انتخاب دقیقشان بر نمایندهشان صورت خواهد گرفت، که حضور اشخاص و افراد متحد، صادق، متخصص، دینمدار و مسئول و پاسخگو در داخل خانه ملت، این خودش یک تغییر مثبت است و این تغییر مثبت تاثیرگذار است بر نظام سیاسی، تاثیرگذار بر نظام سیاسی افغانستان، بر نظام اجرایی افغانستان، و این تاثیرگذار است برای برنامه‌هایی که از آدرس حکومت صورت میگیره، تاثیرگذار تغییر مثبت در پالیسی های حکومت، در بخش های اجرایی حکومت کوم در ما. شما میدانیم که امروز در افغانستان متاسفانه مشکلات عدیده هم در بخش های اقتصادی ما، هم در بخش های امنیتی ما، و هم در سکتورهای مختلف حکومت و نظام امروز واضح هست و مردم از این مشکلات و از این چالش ها رنج میبرند. بنان به این خاطر زمانی که اشخاص افراد صادق و متخصص و پاسخگو و با یک برنامه ملی داخل پارلمان آمدند، اینا یک جمع همسو و همفکری که گرد هم جمع میشن و اینا میتونند که در سیاست های کلان افغانستان و تاثیرگذار است نظارت از اینا بر نظام حکومت و برنامه های حکومت، همکاری مشترک با نظام سیاسی و قوای اجرایی و حکومت، این خود از این باعث میشه که ما یک تغییرات مثبت هم در داخل نظام اجرایی و حکومت و هم در جامعه در بخش های مختلف. امروز ببینید بیکاری با مشکلات عدیده است که دامنگیری متخصصین جوانای ما شده، امروز جنگ، امروز متاسفانه و دروازه های خانه های مردم رسیده، و اینا همه ایشان برمیگرده بر یک تغییر. سپاسگزار هستم. آقای نیکزاد و آقای سعیر، هر کدامتان یک دقیقه فرصت دارید که اگر نظر یا سوالی دارید مطرح بکنید. آقای نیکزاد بفرمایید. جناب آقای دکتر کامل، شعار بسیار ارزنده و باردش را انتخاب کردن. جامعه افغانستان واقعا نیازمنده تغییر و تحول هستند. ولی سوال که مطرح است جناب آقای دکتر کامل که اینا از همه بسیار بالا برخواست، میخواستم خرطی تغییر یکم مشخصتر باشه. آیا تغییر در نظام اداری، تغییر در نظام قانونی، نظیر در نظام اقتصادی جامعه، تغییر در سکتور امنیتی، در کدام مرتبه شما کم را در این رابطه وضعت بتین بهتر خواهد بود؟ ثانیا میکانیزم شما بر تغییرات دارید چی است؟ آیا طریق پارلمان میشه یا طریق به اصطلاح حکومت میشه؟ میخواید چه کم را؟ سپاسگزارم. اگر آقای سعیر سوال آقای سعیر هم بگیریم بعد ان شاء الله. تشکر میکنم از آقای کامل صاحب، ایشان بحث تغییر مطرح کردن و در پهلوی به طرح مسئله تغییر آنچه که در جامعه سیاسی افغانستان تا به حال متاسفانه من حیث یک سنت جا گذاری شده، نقدها و انتقادها را پشت سر هم وارد ساختن، اما هیچ راه حلی برای بیرون رفت از این مشکلات و چالش هایی که اشاره کردن نداشتن. بله بفرمایید، شما دو دقیقه فرصت دارید. تشکر جناب آقای نیکزاد، جناب آقای دکتر. ببینید من اشاره کردم که مکانیزم تغییر حضور نیروهای متخصص متحد در داخل خانه ملت و پاکاری خانه ملت از وجود افرادی که در همین مدت نه برنامه داشتن نه به اصطلاح مسئولیتی را که اونا مسئولیت نمایندگی را که در رابطه با مردم و مسئولیت قانون اساسی کشور و اراده ملی افغانستان بود متاسفانه انجام صورت نگرفت و با وظایف خود درست عمل نکردند. بنان این نیروها جا به جا شود و این خودش اگر ما مطابق به قانون اساسی کشور تصویب قانون نظارت از کارهای امور اجرایی و حکومت و نمایندگی خوب و تصویب بودجه، این وظایف ملی اگر این وظایف اگر نظارت جدی سر قوه اجرایی داشته باشند و رفع مسئولیت بکنند، یقیناً که با کار مشترک با قوه اجرایی افغانستان یا با حکومت و این خودش تاثیرگذار است برای تغییر و هم در بخشای اداری افغانستان، هم در بخشای اقتصادی افغانستان، هم در بخشای فرهنگی و امثال هم.
این خود از این تأثیر میگذاره که ما میتانیم مدیریت سالم و نظارت سالم و همکاری با نظام اجرایی و حکومت این خود از این ایجاد یک سهولت برای مردم به وجود میاره. بله سپاسگزارم. حدود 30 ثانیه فرصت دارید همیز اگر گفتنی چیزی دارید آقای کامل. برتباط سوال جناب دکتر صاحبم که ایشان اشاره کرد که برنامه نبود، در رابطه با بحث برنامه که مرز کردم حضور خود نمایندای ملت مطابق با وظایف اساسیش که سه وظایف بزرگ دارن، هم قانون اساسی کشور و هم اراده ملت. سپاسگزارم، وقت شما به اتمام رسید. خب میریم سراغ آقای نیکزاد. آقای نیکزاد بر اساس رویه دو نامزد محترم دیگر، شما هم در نخست 3 دقیقه فرصت دارید که به سوالی که از طرف بنده مطرح میشه پاسخ ارائه بکنید. عمدتاً در تبلیغات انتخاباتی شما تأکید شده بر دقت در انتخاب امروز، فردا ندامت ندارد. به نحوی شما نیز شعار شما ناظر بر انتخاب اصلح و شایسته است. چه معیارهایی مد نظر هست و در ادامه اگر بفرمایید که حالا در صورت راهیابی به مجلس چه طرح‌ها و برنامه‌هایی دارید برای بهبود وضعیت جامعه ما؟ تشکر از پرسش شما. عرض کنم که بله، با اساس تجربه که در جامعه افغانستان در 2 دور انتخابات داریم، ملت افغانستان آمد با صداقت با اخلاص با پای صندوق های رای حضور پیدا کردن، رای دادن، ولی بعدا پشیمان شدن، ندامت کردن به خاطر اینکه ناشانه عمل کردن. بدون مشوره با علما، با اهل خبره، با نخبگان جامعه، اینا رفتن با اساس روابط قومی سمتی یا منابع یا تعاملات اقتصادی رای دادن. وقتی اینا در پارلمان رفتن برخلاف روی ملت افغانستان اینا عمل کردن که همه جامعه افغانستان شاید عمل کرده پارلمان هستن. امروز بحرانی که در افغانستان، فقر، بیچارگی، ناامنی که در افغانستان بیداد میکنه، افغانستان به عنوان دومین کشور فاسد دنیا میشده، کلش از عمل کرده پارلمان ضعیف بوده که مردم افغانستان در پای صندوق های رفتن و رای دادن. بنان ما به خاطر این مسئله با انتباه از تجربه گذشته خواستم شعار خدا یا پیام خدا عنوان کنم که بله، دقت در انتخاب امروز، فردا ندامت داره. ملت افغانستان، شما مردم مسلمان هستین، مخلص هستین، مردم بارده هستین، با علما، با اهل خبره، با جامعه علمی افغانستان مشورت کنین، در انتخاب احسن و شایستگان دقت کنین تا فردا پشیمان نشین. میدانه میکنم من شایسته هستم شما برای بتین، ولی برین نخبگان جامعه را انتخاب کنین، ولی پول نداره، ولی ناتوان هستن، به مافیا رای بتین. امروز روند انتخابات مافیایی شده. جامعه افغانستان شاهد هستن 4 تا آدمای قاچاقبر، آدمایی که پولای نوحرام صاحب پولشان، آمده فضای جابر اشغال کردن. اراده ملت افغانستان میخواد دکرگان میگه بلند این پیامزه به ملت افغانستان دقت در انتخاب امروز، فردا ندامت داره. اگر اشاره به برنامه های خودتان هم بکنم. بله، در رابطه با برنامه های خود، یقینا کسی که در عرصه انتخابات گام میذاره برای خود برنامه داره، طرز داره، استراتژی داره. من هم برای خود برنامه انتخاباتی دارم و ما 10 دفعه برای انتخاب مواردی خود انتخاب کردیم که 10 دفعه در بروشوری که ما تدوین کردیم در منشور ما نوشت و اختیار مردم قرار دادیم که 10 هدف ما تعیین کردیم. هم بر شهید، هم بر معلول، هم بر فقیر، هم بر جوان ناتوانی که پول تحصیل نداره. برای کلشان برنامه دارم، همه تازالتان شاید وقت زیاد بیره، ولی من بین کل اهداف خود 3-4 اهداف خود میخوام بیشتر تمرکز کنم که مبتنی بر اراده و خواست ملت افغانستان است. شما حدود 30 ثانیه فرصت دارید. اولین خواست مردم افغانستان رسیدن به صلح است. ما در پارلمان با همه توان خود تلاش میکنیم برای صلح. تلاش میکنم، نگفتیم اصلا میارم. دوم، به خاطر تامین امنیت، برای کار و اشتغال، برای فقر زدایی، به خاطر اشتغال جوانای بیکار جامعه خود برنامه دارم، کار دارم، میخوام که از طریق پارلمان کشور در راستا مبارزه کنم و تلاش کنم. این اهداف انتخاباتی است. بله، متشکرم از آقای نیکزاد. حالا هر کدام از آقایان کامل و سعیر 1 دقیقه فرصت دارید که سوال یا نظر خاصی اگر دارید در رابطه با صحبت‌ها و برنامه‌های آقای نیکزاد بفرمایید. آقای کامل با شما. تشکر. جناب آقای نیکزاد خو شخصیت بسیار خوبی، جهاد و مقاومت مردم افغانستان و زحمات عدیده ای را برای خدمتگزاری کشیده و این شعارهای برنامه های جناب آقای نیکزاد هم برمه منشأ گرفته از گذشته های کاریشان
که سوال ما ای است که برنامه‌های بحث برنامه در ارتباط شهدا و معلولین و معیوبین و مثلا برای جوانان و اینهای برنامه‌هایی است که من فکر میکنم که زیاد کار وکیل پارلمان در خانه ملت کار این است. کار وکیل در خانه ملت وظایف بسیار مشخص داره. او بس قانون اساسی کشور است، اراده ملت است و بودجه مردم و نمایندگی خوبی از مردم. ای ما وزارت شهدا و معلولین داریم، در تمام بخش ها این کار قوه اجرایه هست که اینا انجام بدن. آقای سعید نظر شما رو هم داشته باشیم در این رابطه. تقدیر و تشکر میکنم. آقای نگزاس شاید تحلیلشان و یا درکشان و معلوماتشان از اوضاع شاید طور دیگه باشه. ایشان آمدن بحث فساد و مشکلات فساد در افغانستان مطرح کردن و تمام دوسیه فسادی که افغانستان رتبه دوم در جهان داده آوردن به پای پارلمان، در حالی که معلومات و داده هایی که بیرون میشه در حقیقت قسمت عمده فساد در قوه قضاییه است، قسمت عمده دیگر فساد در قوه اجرایی است. تنها پارلمان منشه فساد نیست یک موضوع، موضوع دیگر اینا اهداف را تعیین کردن و جزء شعارهایی که دیگه کاندیدا میده من صلح تامین میکنم و امنیت میرم، اما برنامه عملیه که بتانه ما رو به این مسئله برسانه اشغال نکردن. بله آقای نکزاد دو دقیقه فرصت دارید بفرم. اول در رابطه با فرمایش جناب دادستان کامل که نظر نیشان جان سپاس دارم که ما را به این اوصاف عنایت کردن. ثانیاً جناب آقای دکتر میفهمم، فهم ما در حد است که میفهمم چی کنم. در پارلمان سه وظیفه داریم: مسئله تقنین و قانونگذاری، مسئله نظارت و عملکرد دولت و نمایندگی خوب از ملت افغانستان. ثانیا شما گفتین کار اجرایی، ما کمیسیون داریم و نام کمیسیون عمر شهدا معلولین. کمیسیون عمر شهدا نظارت در بر کار قوه اجرایه. ما برنامه نموده برتان میگم امروز بر شهدا معلولین فقط ما کوپون میتیم، در حالی که از شهید عزتش بالاتر پول است که با داریم. ما چقدر فرنسادی چقدر یاد نام شهدا رو در افغانستان زنده کردیم. افغانستان که با خون شهدای ما آزاد شد استقلال گرفت. امروز فقط در فامیل شهید ما 5000 پول میتیم. ما این در ارتی فرنگی کار نکردیم. دو میده شما شاهد هستین 40 سال از علمای افغانستان، مجاهدین افغانستان، شهدا افغانستان در پلگون پلشقی زیر خاک خوابیده. تا به حال نه دولتی برای اقدام کرده، نه پارلمان کرده، نه تا به حال کام نهاده. بنابراین من رسالت دینی خود میدارم، رسالت جهادی خود میدارم که من در پارلمان برم از طریق کمیسیون امور شهدا معلولین در رابطه با یاد نام شهدای پلگون و سایر شهدا ما کار کنم تا این رسالت تاریخی را انجام بدم. اما در رابطه با اینکه ما در رابطه با فرمایش جناب آقای سید، بله سید، ما با توجه به محدودیت وقت من نمیتونم کل توضیحات رو بتونم در رابطه صلح چه تمیم میشه، امنیت چی رو، در حالی که من برای همه اینا برنامه دارم. وقت ما در پارلمان بریم در همکاری با سایر نمایندگان ملت ما از پروسه های صلح حمایت میکنیم. پروسه صلح که امروز دولت آن نقطه برامون شایسته، ما اگر بخوایم پارلمان و دولت با هم یک دست شویم، بخوایم اول جنگ برفی کنیم، ما یقینا میتونیم با حمایت علما، با حمایت متنفیین، با حمایت لغبگان جامعه مرایتن به صلح در آی ملت ما برای جنگ. سپاسگزار هستم. متشکرم، وقت شما به اتمام رسید آقای نکزاد. خب در این بخش تایم دوم برنامه به اتمام میرسه و در تا دقایق دیگر وارد تایم سوم، بخش سوم برنامه خواهیم شد که در این قسمت سوالاتی که در حقیقت از سوی همکاران ما در سطح شهر از مردم گرفته شده و ضبط شده به قید قرعه برای هر کدام از نامزدان پخش میشه و هر یک از نامزدان هم حدود 2 دقیقه فرصت خواهند داشت که به سوال مشخص مردم پاسخ را بکنند. این بخش را بعد از یک وقفه کوتاه با ما باشید. انتخاب مسئولانه امروز ضامن امنیت و آسایش آینده فرزندان ما. با انتخاب درست خود
شایسته سالاری را به نمایش می‌گذاریم. بله بینندگان ارجمند، ویژه برنامه انتخاب مردم در تایم سوم، بخش سوم برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. همکاران 4 کلیپ را از سوالات مردمی آماده کردند که به قید قرعه برای نامزدان محترم پخش میشه. آقای کامل با شما آغاز میکنیم. بین اعداد 1 تا 4 یک شماره را انتخاب بکنید تا سوال مربوطه برای شما نشه. 2. بله همکاران عزیز، کلیپ شماره 2 را پخش بکنید. ما از وکیل صاحب یک سوال دارم. وکیل صاحب چرا شعارهایی میتن که از حالتشان بیرون است؟ چیزی که در توانشان نیست، چیزی که در توان وکیل نیست، او را شعار میتن. آقای کامل سوال را گرفتید. دقیقا خوشبختانه که سوال برادر ما ارتباط به شعار ما میگیره که چیزی که از توان نیست. و ما نگفتیم که ما مثلا نظام اجرایوی را به اصطلاح مدیریت میکنیم، اونجا ده ها کرایا پل پل چک میسازیم، مسجد میسازیم، سرک میسازیم. این برنامه ها را هر زمی بود که ما برنامه اهداف هم گفتیم، قانون اساسی کشور و اراده ملت افغانستان. این برنامه ها و اهداف ما بود که وظایف مشخص داریم در این مورد، ولی نماینده خوب مردم، حمایت از خواستای ملت برای ما این خودشان برنامه است که انشالله ما هم در بخشای مختلف وقتی بحث حمایت از مردم ما میه، در هم از محصلین ما، مثلا دانشجوهای ما، اشخاصی که امروز تخصص دارن بیکار هستند، در این مورد ما اینا را بستر ارتقا و ظرفیت را برشان مساعد میکنیم تا اینا کمک رسانی بکنیم، تا اینا بتانیم فردا برای اینا ارتقای ظرفیت صورت بگیره و اینا بتانیم برای آینده حکومت افغانستان مدیران با کیفیت در جامعه افغانستان بوده باشن. بسیار خوب. 35 دقیقه هنوز، 35 ثانیه هنوز فرصت دارید. برای و همچنان همه قسم برای جوانای ما، برای محصلین ما و هم برای خانم ها و اینها، همه از اینا را که ما بتانیم مورد حمایت قرار بدیم و در رابطه با چالش ها و مشکلات های زیاد از نزدیک همسو همدرد با مردم خود بوده باشیم. متشکرم. خیلی خب آقای سعیر به شما منتقل میشیم. خب کلیپ شماره 2 را آقای کامل پاسخ گفتن، بین 1، 3 و 4 یک شماره دیگر انتخاب بکنید. شماره یک. کلیپ شماره 1 را دوستان همکار پخش بفرمید. سوال من از کاندید مورد نظرم اینه که شما که میخواین به پارلمان دست پیدا کنین، چه کاری میخواین واسه حقوق و حقوق زنان در جامعه انجام بدین و اینکه چه مثلا شرطی دارین که وقتی رسیدین به یه جای بلند بتونین سر حرفتون وایسین و مثل تمام کسایی که به یه جایی راه پیدا کردن و حرفاشونو گذاشتن زیر پا، یعنی ما چه مثلا اطمینانی از این صحبتای شما حاصل کنیم؟ بله آقای سعیر 2 دقیقه فرصت دارید بفرمایید. تشکر میکنم از خواهر گرامی، سوال بسیار بنیادی و اساسی را مطرح کردن. متاسفانه در فضای جامعه افغانستان که ما زندگی میکنیم، این فضا سنت ها حاکم است و سنت هاست که باعث تضییع حقوق زنان شده. ما تلاش میکنیم مبتنی بر ارزش های اسلامی آنچه که حقوق الهی به طبقه خواهرها داده شده او را از عادت پارلمان دوباره احیا بکنیم و تلاش بکنیم که در قسمت های مختلف تبعیض مثبت قائل شویم. جوامع دیگر هم شبیه افغانستان وقتی میخواستن از سنت به طرف تجدد برن و جامعه شهروندی ایجاد بکنن دچار مشکلات حقوق زنان بودن و به خاطر دادن تبعیض مثبت و وضع قوانین و ساختارهایی که بتواند زنان را حمایت بکنه و کمک بکنه، ما ان شاء الله برنامه ها و طرحهای مشخص خود داریم و من حیث یکی از کسانی که از حقوق شما دفاع خواهیم کرد، البته دفاع ساختارمند و دفاع قانونمند. یک بار شما قضیه فردی خانم را حل میکنین شاید زیاد درد جامعه را دوا نکنه، اما شما یک بار دیگر قانون تعریف میکنه و ساختار تعریف میکنین که از او قانون و ساختار شاید میلیون ها خانم و زن این سرزمین از او مستفید شوم. اما در قسمت دیگر واقعا صحبت بسیار اساسی و بنیادی را کردن. ما با یک شعر میخوایم
تعهد اخلاقی و تعهد ارزشی خود را به تمام شهروندان کابل و تمام مردم افغانستان و به خواهر بزرگوار ما که سوال کردن ارائه بکنم. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی پست نگردی مردی. ما که شعار خود تعهد و تخصص انتخاب کردن به می خاطر است که شما به افراد رای بدین که تعهد قبل از انتخاباتش با تعهد و عمل بعد از انتخاباتش منافات نداشته باشه، تناقض نداشته باشه و او فرد به وعده های خود که قبل در جریان کمپین ها انتخاباتی کرده و قبل از انتخابات کرده پابند باشه و هیف نمیتونه تعهد خود انجام بده مگر ای که یک ارزش باور باشه و مبتنی بر ارزش ها عمل بکنه. سپاسگزار هستم. خب آقای نیکزاد، نوبت به شما میرسه. شماره 1 و 2 توسط آقای سعیر و آقای کامل پاسخ گفته شد. بین 3 و 4 کدام کلیپ را انتخاب کنید؟ من یک شماره انتخاب کنم. 3 کلیپ شماره 3 را برای آقای نیکزاد دوستان همکار پخش بکنم. برای تطبیق واقعی قانون به تمام معنا آیا کار کردن، آیا برنامه ریزی داشتن و تا هنوز فکری کردن که آیا مثل وکیل های گذشته که فقط در گذشته هم به موکلین، به ملت، به جامعه، به همه افراد فقط شعار دادن و فقط شعار دادن و ها بعضی ها بودن یک کارهای کردن، آیا اینها مثل اکثریتی که نکردن کاری مثل اونها هستن یا برنامه ریزی کردن، آیا یک برنامه ای دارن تا از این مزله ها، از این نابسامانی هایی که هست برایم و یک قانونمندی واقعی در جامعه پایدار شود؟ سپاسگزار هستم. آقای نیکزاد 2 دقیقه در اختیار شماست. بله، ما حق میدیم به برادر ما کمیچه برنیشه. با توجه به نقدی که به عملکرد پارلمان های گذشته وجود داره که من خواهم یک از منتقدین نشستم، بنابراین ما در مقابل ملت افغانستان در پیشگاه خواهند تعهد میکنم، تعهد شرعی و اسلامی میکنم که ما آنچه که جامعه افغانستان تقاضا داره بر اصالت اسلامی و ملی خود عمل کنم، در پارلمان در جهت تقنین و قانونگذاری و تصویب قوانین و لوایحی که برای مساله افغانستان، برای مساله دین ما، برای مساله جامعه افغانستان موثر باشه من نقش ایفا کنم. بنابراین ما با تعهد که دارم انشاءالله در یرته موفق گام میذارم و تلاش میکنم که آنچه خاص ملت افغانستان را تعمل کنم و بله مثل وکیل های گذشته و نمایندگان گذشته کنا با تعهد خود پشت پا زدن، با ملت افغانستان جفا کردن، عمل نکنم. این برای ما تجربه شد که گذشته. بله آقای نیکزاد 1 دقیقه دیگه هنوز فرصت داره. بله، بارم تعهد میکنم که ما انشاءالله روش ما کاملا متفاوت از پارلمان گذشته خواهد بود، با عنوان یک نماینده خالص مردم، شایسته مردم عمل خواهیم کرد. بله. خب متشکرم، سپاسگزار هستم از آقایان سعیر، آقای کامل و آقای نیکزاد. در بخش پایانی برنامه در خدمت شما عزیزان بیننده قرار خواهیم گرفت. 1 دقیقه ای که هر نامزد مستقیما برای خود کمپاین خواهد کرد و از شما مردم خواهد خواست که حالا با توجه به صحبت هایی که اینجا شد و مباحثی که مطرح شد به اونها رأی بدید. وقفه کوتاه خواهیم داشت، مجددا در قسمت اخیر برنامه در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. خب در قسمت پایانی برنامه هستیم. 1 دقیقه ای که هر نامزد در اختیار داره برای کمپاین. آقای نیکزاد با شما آغاز میکنیم، 1 دقیقه در اختیار شماست. شهروندان شریف ولایت کابل، شماره انتخاباتیم 301، صفحه انتخاباتیم 6، نشان انتخاباتیم تاج است. چنانچه گویند تاج مظهر عزت و سرفرازی است. هر کی با آن رای دهد یقینا پیروز میدان انتخاباتی است. بلان از ملت افغانستان باشندگان غیر کابل تقاضا میکنم، خصوصا از خانواده و معظم شهدا، جانبازان معلول که اینا قربانیان نسلی جنگ افغانستان هستند. من سالها در خدمتشان قرار شد، بازم هدف دارم، آرمان دارم که در پارلمان کشور برم درای تحقیق آرمان شهدا و نجات ملت تلاش کنم. از شما تقاضا میکنم چنانچه بنده را شایسته خدمتگزاری در ارتباط بدانیم، میخواهم که من مورد حمایت شما قرار بگیرم و تازه عمل کنم. خب در قسمت بعدی این بخش در خدمت آقای کامل هستیم. آقای کامل 1 دقیقه فرصت دارین، بفرمایید. شهروندان عزیز، عزیز و متدین شهر کابل، من که از متن مردم برخواستم، همیشه در خدمت مردم بودم و
در گذشته ها ثابت کردم صداقت و تعهد و همکاری و همیاری را با شما ملت عزیز افغانستان و خصوصا شهروندان کابل که امروز در انتخابات آمدم با درد و رنج و مردم خود همشریک هستم. در گذشته هام بودم، انشاءالله در آینده خواهیم بود که مرا یاری کنین تا اهداف ما که اهداف ملی کشور هست و اهداف و آرمانهای هر جوان و هر نسل جوان افغانستان و آرمانهای افغانستان هست، انشاءالله ما را کمک کنین، یاری کنین تا ما بتانیم حامی خوبی از حقوق شهروندان بوده باشیم و شما مردم بوده باشیم که سمبول نشان انتخاباتی ما دست است و شماره انتخاباتی 769 صفحه آخر انشاءالله حمایت بکنیم. آقای سعیر، یک دقیقه شما هم در اختیار شما قرار میگیره، بفرمایید. ما از تمام مردم افغانستان به خود شهروندان افغانستان، شهروندان کابل تقاضا میست که اول چند تا نه به چند تا عنصر بگن. یک، نه بگن به تجارانی که آمدن پارلمان تجارت خانه فکر کردن، نه بگن به مافیای سیاسی که قدرت میراث ساختن، نه بگن به قومگرایی، قبیله گرایی و نژادگرایی که این عنصر متاسفانه ما 40 سالی مسئله را تجربه کردیم در افغانستان که بر اساس ارزش قومی، تباری، نژادی و زبانی رأی دادیم و سرنوشت ما اینچنین شد. اگر شایسته دیدین که من خادم شما در خانه ملت باشم، صفحه 7 شماره 335 نشان 4 تا انگشت، دو تا شعارم انتخاب کردیم که تعهد و تخصص است که مبنای شاست سالاری است. تعهدم انشاءالله داریم، ایره نمیشه از طریق پرده های تلویزیون به شما انتقال داد، بلکه تخصصش هم در کنارش داریم. دانشجوی دکترای روابط بین الملل هستم، انشاءالله سیاستگزارای خوبی از طریق پارلمان خواهم کرد. سپاسگزار هستم. خب متشکرم. در پایان برنامه مجددا سپاسگزاری میکنم از آقای سعیر، آقای کامل و آقای نیکزاد به خاطر حضورشان در این برنامه. از شما بینندگان ارجمند هم به خاطر همراهیتان سپاسگزار هستم. به امید حضوری پررنگ و همه جانبه از سوی مردم و انتخابهای شایسته و اصلح. شما را تا برنامه دیگر در شب آینده به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.